دو هفته پیش درباره جایزه نوبل فیزیک سال 2017 سخن گفتم. موضوع کشف موج‌های گرانشی بود برای نخستین بار که سه فیزیکدان آمریکایی به آن دست یافتند. گفتارم را این گونه به پایان رساندم که قرار است چند سازمان پژوهشی بسیار مهم اروپایی و آمریکایی دوشنبه آینده یعنی 16 اکتبر که گذشت خبر کشف بسیار مهم و بی‌سابقه‌ای را منتشر کنند. گفتم حدس می‌زنم این کشف عبارت باشد از آشکارش موج‌های برق و مغناطی الکترومغناطیک از نوع نور، موج‌های رادیویی یا پرتوهای گاما که همزمان با پدید آمدن موج‌های گرانشی تابیده شدند. تا آن موقع در چهار موردی که موج‌های گرانشی آشکاریده شده بودند این پدیده همتای نوری نداشت. گفتم که اگر چنین باشد این نخستین بار است که موج‌های برق و مغناطیسی و موج‌های گرانشی وابسته به هم آشکاریده می‌شوند و این مژده بسیار بزرگی خواهد بود برای پیشرفت‌های بیشتر در شناخت ما از ماده و گیتی. در روز 16 اکتبر آن نشست خبری بسیار گسترده با شرکت چندین سازمان پژوهشی همزمان در چند مرکز اروپایی و آمریکایی انجام شد. حدسم درست بود. اختر فیزیکدانان برای نخستین بار همتای نوری موج‌های گرانشی را دریافت کرده بودند. ولی این نکته با همه اهمیت شگرفش تنها یکی از چند کشف مهم بود که با هم به دست آمده بودند. سخن امروزم درباره همتای نوری موج‌های گرانشی و این کشف‌های تازه است. تا کنون تقریباً همه دانش ما درباره گیتی بر پایه نپاهش پرتوهای برق و مغناطیسی یا الکترومغناطیک بوده که نور بخش کوچکی از آنهاست. در صدی بیستم توانستیم بخش‌های دیگر تابش برق و مغناطیسی را که موج‌های رادیویی، فروسرخ، فرابنفش، پرتوهای ایکس و پرتوهای گاما باشند و از اختران آسمان می‌آیند بنپاهیم که پیشرفت‌های سرسام‌آوری را در شناخت ما از ستارگان و ساختار گیتی موجب شدند. ولی چنان که گفتم همه این موج‌ها از یک نوعند، برق و مغناطیسی. موج‌های گرانشی دارای ماهیت بسیار متفاوتی‌اند. آلبرت اینشتین در سال 1915 نظریه بازانگی هروین یا نسبیت عام را پیشنهاد که انقلاب بزرگی در فیزیک بود. بنابر نظریه او زمان و فضا در هم تنیده‌اند و چیزی را پدید می‌آورند که پیوستار چهار بعدی فضا زمان نام دارد. اگر جسم تکان بخورد یا حرکت کند در بافت فضا زمان موج‌هایی پدید می‌آیند مانند وقتی که جسمی روی آب حرکت کند. این موج‌ها که گرانشی نام دارند و با سرعت نور حرکت می‌کنند باعث می‌شوند که فضای سر راه آنها در یک سو فشرده شود و در سوی دیگر کشیده. هیچ چیز نمی‌تواند مانعی برای این موج‌ها باشد. آزادانه از یک سوی گیتی به آن سوی آن می‌روند. اینشتین و دیگر فیزیکدانان مطمئن نبودند که این موج‌ها واقعیت داشته باشند. دشواری در اینجاست که برای آشکارش این موج‌ها به پرسونش یا دقت‌هایی نیاز داریم که در تاریخ فیزیک بی‌سابقه‌اند. از آنجا که این موج‌ها بسیار ضعیفند، باید تنها به دنبال آشکارش آنهایی بود که بر اثر حرکت جسم‌های پرجرمی چون ستارگان به وجود می‌آیند. کوشش‌های پیگیر صدها فیزیکدان و مهندس و تکنیسیان در طول سال‌ها که ابداع‌های تکنیکی و تکنولوژیک گوناگونی را در بر داشتند به برپایی دو نپایشگاه بزرگ به نام لایگو انجام می‌دادند و با این نپایشگاه بود که فیزیکدانان توانستند سرانجام در سال 2015 موج‌های گرانشی را بیاشکارند و به این سبب جایزه نوبل فیزیک 2017 را به دست آورند. درباره اینکه با چه آزمایشی و چگونه به این کار موفق شدند در گذشته توضیح دادم، تکرار نمی کنم. می توانید به ویدئوی آن بازگردید. پس از این نخستین دریافت موج‌های گرانشی، فیزیکدانان سه بار دیگر توانستند چنین رویدادی را بیاشکارند.
ولی در هیچ یک از این موردها این پدیده با تابش پرتوهای نور یا رادیویی همراه نبود. و خبری که 16 اکتبر گذشته منتشر شد درباره آشکارش موج‌های گوناگون برق و مغناطیسی، از آن میان پرتوهای نور همراه با موج‌های گرانشی بود. این کشف بسیار مهم است. ببینیم که چگونه به آن رسیدند. در تاریخ 17 اوت 2017 در ساعت 12:41.04 به وقت جهانی، یعنی به وقت لندن، یکی از نپاهشگاه‌های لایگو در آمریکا موجی گرانشی دریافت کرد که در حدود 100 ثانیه به درازا کشید که بسیار طولانی بود، چون در 4 مورد پیشین این گونه رویدادها موج‌ها تنها چند دهم ثانیه طول کشیده بودند. اختر فیزیکدانان نخست پنداشتند که ممکن است این نوعی پارازیت باشد، ولی این پدیده 7000 ثانیه بعد در نپاهشگاه دوم لایگو 3000 کیلومتر دورتر ضبط شد. پس معلوم شد که با موجی گرانشی سر و کار داریم. تا کنون آشکارش ها تنها با نپاهشگاه لایگو انجام گرفته بودند. این بار نپاهشگاه گرانشی دیگری وجود داشت، نپاهشگاه اروپایی ویرگو در ایتالیا، که از 10 فوریه 2017 کار خود را از سر گرفته است. نپاهشگاه ویرگو هم موج‌ها را دریافت کرد. پس مسلم شد که موج‌های گرانشی واقعیت دارند. تجزیه و تحلیل سریع داده‌ها نشان داد که عامل تولید کننده موج‌ها برخلاف موردهای گذشته نباید برخورد دو سیاهچال باشد. این پدیده باید زائیده برخورد و در هم فرو رفتن و یکی شدن دو ستاره نوترونی باشد در فاصله 130 میلیون سال نوری. به این موضوع باز خواهم گشت. خوشبختانه که این نپاهشگاه سوم وجود دارد، وگرنه تعیین این که این موج‌ها از چه نقطه پرسونی دقیقی در آسمان می‌آیند بسیار دشوار می‌شود. با داشتن 3 نقطه دریافت می‌توان محلی را که این موج‌ها از آنجا می‌آیند با تقریب حساب کرد. این را داشته باشید، کمتر از 2 ثانیه پس از دریافت موج‌های گرانشی در کره زمین، 2 ماهواره اخترشناسی، یکی آمریکایی و دیگری اروپایی، که در مدار زمین در گردشند به دنبال آشکارش موج‌های گاما‌اند، از نقطه‌ای در آسمان درخشی از پرتوهای گاما دریافت کردند که کسری از ثانیه بیشتر نپایید. پرتوهای گاما پر انرژی ترین بخش از موج‌های برق و مغناطیسی‌اند که نور هم جزو آنهاست. ولی این ماهواره ها نمی توانند جای پرسون دقیق درخش را تعیین کنند. و پرسشی که مطرح شد این است که آیا اصلا این دو پدیده، یعنی موج گرانشی و درخش پرتوهای گاما، به هم مربوطند یا نه؟ با بکار بردن مختصات 3 نقطه‌ای که نپایشگاه های موج‌های گرانشی، یعنی لایگو و ویرگو، به دست می دادند، نقطه خاستگاه موج‌های گرانشی با تقریب به دست آمد. آن نقطه می بایست درون پهنه ای از آسمان به مساحت 30 درجه مربع باشد، یعنی ناحیه 150 برابر سطح قرص ماه. با داشتن این نقطه، آژیر کارزار همکاری جهانی نپایشگاه های اروپا و آمریکا که بیشترشان در خاک کشور شیلیان کشیده شد. وقتی که آژیر را می‌کشند، همه نپاهشگاه‌های شبکه شرکت کننده در کارزار باید نپاهش‌های برنامه‌ریزی شده خود را کنار بگذارند و به نپاهش آماج اضطراری بپردازند. وقتی که آژیر کشی شد، وقت محلی در شیلی ساعت 9:41 بامداد بود و خورشید در آسمان. می‌باید صبر کرد تا خورشید فرو رود. اخترشناسان وقت این را داشتند که تصویرهای بایگانی آن ناحیه از آسمان را بازرسی کنند، ویژگی‌های کهکشان‌هایی را که در آنجا دیده می‌شوند مطالعه کنند و کهکشان‌هایی را که احتمال چنین رویدادی در آنها هست برگزینند. باید دانست که این همتای نوری که آنها به دنبالشند بسیار کم نور است. تنها با تلسکوپ‌های کارآمد می‌توان آن را تشخیص داد، چون برز یا قدر آن صدها هزار بار ضعیف‌تر از آن است که چشم می‌تواند ببیند.
اخترشناسان توانستند 45 دقیقه پس از فرون رفتن خورشید به زیر افق، یعنی در حدود 10 ساعت پس از به راه افتادن آژیر، همتای نوری موج‌های گرانشی را بیابند. در کهکشان NGC 4993 که در فاصله 130 میلیون سال نوری از ماست، در فاصله زاویه‌ای کمی از مرکز آن نقطه‌ای می‌درخشید که در تصویرهایی که در گذشته از این کهکشان گرفته شده بودند وجود ندارد. در این تصویر که تلسکوپ فضایی هابل از مدار زمین گرفته، این نقطه که باید همتای نوری موج‌های گرانشی باشد با پیکان نشان داده شده است. مختصات این نقطه به سراسر نپاهشگاه‌های شبکه اطلاع داده شد و ده‌ها تلسکوپ با دستگاه‌های گوناگون خود در طول موج‌های گوناگون به نپاهش آن پرداختند، از فرابنفش تا فروسرخ و موج‌های رادیویی میلیمتری. حتی چنان که دیدید تلسکوپ فضایی هابل هم که در مدار زمین جای دارد به نپاهش آن پرداخت. مطالعه‌ها نشان دادند که موج‌های گرانشی این بار برخلاف 4 مورد گذشته از برخورد 2 ستاره نوترونی که به گرد هم می‌گردند روی داده است. ستاره نوترونی ستاره‌ای ساخته شده از ذره‌های نوترون. ستارگان پرجرم، یعنی ستارگانی که اندازه ماده‌ای که آنها را تشکیل می‌دهد بیش از 10 برابر جرم خورشید است، در پایان زندگی منفجر می‌شوند، جو آنها به بیرون پرتاب می‌شود و هسته آنها به روی خود می‌رنبد، فرو می‌ریزد. هسته‌های اتم‌ها در هم فرو می‌روند و به نوترون تبدیل می‌شوند. این پدیده همراه است با آزاد شدن درخشی از پرتوهای گاما که ماهواره‌ها ضبط کردند. ستاره نوترونی بسیار کوچک است، به قطر در حدود 10 کیلومتر. در مقایسه قطر خورشید در حدود 1,400,000 کیلومتر است. یعنی حجم ستاره نوترونی 2 میلیارد برابر از حجم خورشید کمتر است. حتی از کره زمین هم کوچکتر است. بیش از 2 میلیارد برابر از زمین کوچکتر است. با این همه جرمی که در آن انباشته شده بیش از جرم خورشید است. به همین سبب چگالی ستاره نوترونی بسیار است. هر سانتیمتر مکعب آن 100,000 تن وزن دارد. تکرار میکنم، هر سانتیمتر مکعب آن 100,000 تن وزن دارد. چنین ماده‌ای پدیده‌های فیزیکی شگفتی به وجود می‌آورد که همانندسازی آنها در آزمایشگاه‌های کره زمین ناممکن است. از این رو این ستارگان آزمایشگاه‌های مطالعه قانون‌های فیزیکی به شمار می‌روند. هنگام برخورد 2 ستاره با این ویژگی‌ها 3 پدیده اصلی روی می‌دهند: 1. موج‌های گرانشی، 2. درخش پرتوهای گاما. این 2 پدیده گذرایند، یعنی تنها در 1 لحظه پدیدار می شوند. پدیده سوم تشکیل پوششی از ماده رادیواکتیو است به گرد براخ یا ابژه‌ای که از برخورد 2 ستاره نوترونی زاده می شود. این پوشش رادیواکتیو چند روزی می درخشد، بیشتر در طول موج‌های فروسرخ، و سپس از درخشش باز می ایستد. تلسکوپ ها توانستند پرتوف های این پوشش رادیواکتیو را هم ببینند و فرگشت آن را در طول چند روز دنبال کنند. شرح دستاورد هایی که این نپاهش ها به آنها رسیدند به روزها وقت نیاز دارد. تا کنون 10 مقاله پژوهشی درباره با داده های به دست آمده نوشته شدند و 100 مقاله نوشته خواهند شد. در اینجا تنها به 1 نکته بسیار مهم اشاره کوتاهی میکنم و اون چگونگی پدید آمدن عنصرهای شیمیایی سنگین مانند طلا، پلاتین و اورانیوم است. همه عنصرهای شیمیایی به استثنای هیدروژن و 1-2 عنصر سبک دیگر درون ستارگان به وجود میآیند. ستارگان کارخانه های فراورش عنصرهای شیمیایی هستند تا عنصر آهن. وقتی هسته ستاره پرجرمی آهن تولید می‌کند، تعادل انرژی در هسته به هم می‌خورد. ستاره منفجر می‌شود و پدیده‌ای را به وجود می‌آورد که به آن ابرنووا یا ابرنواختر می‌گویند. تا کنون تصور می‌رفت که عنصرهای سنگین‌تر از آهن هنگام انفجار ابرنووا بر اثر جذب نوترون‌ها تولید می‌شود.
ولی این مدل نمیتوانست به خوبی همه داده های نپاهشی را توضیح دهد. داده های تازه‌ای که این نپاهش ها به دست آوردند بر این دلالت دارند که عنصرهای شیمیایی طلا و پلاتین هنگام برخورد دو ستاره نوترونی به وجود آمدند. طلایی که در معدن‌های کره زمین یافته می‌شود، حلقه‌ای که به انگشت دارید یا زیور زرینی که به گردن شماست، پس از برخورد ستاره‌های نوترونی در آن پوشش پیرامونی پدید آمده است. این برخوردها بارها و بارها در کیهان روی دادند و روی خواهند داد. پوشش‌های پیرامونی که دمای میلیون‌ها درجه دارند، سرد شدند و در فضای کیهانی پراکنده شدند. با فراورده های انفجار دیگر ستارگان، یعنی عنصرهای سبکتر از آهن، آمیخته شدند و ابرهای بزرگ کیهانی را به وجود آوردند. پس از میلیاردها سال از درون این ابرها ستارگان، از آن جمله خورشید و سیارهای راجمان خورشیدی، زمین و هر چه در آن است، یعنی کوه ها، دریاها و گیاهان و جانوران و انسان به وجود آمدند. اتم های بدن ما یادگارهای مرگ ستارگانند. طلا و پلاتین و اورانیوم برخلاف بیشتر اتم هایی که بدن ما را می سازند درون ستارگان پدید نیامدند، زائیده برخورد ستارگان نوترونی هم. وقت ما به پایان رسید. این را هم بیفزایم که نظریه اینشتین یک بار دیگر از کارزار روبرویی با واقعیات پیروز بیرون آمد. برخی نظریه های رقیب اینشتین که می خواهند آن را کنار بگذارند، نتوانستند نپایش ها را توضیح دهند، حالان که نظریه اینشتین موفق به این کار شد.